سلام بر شما، به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه ششم ماه اسد سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: پایان نشست آستانه درباره افغانستان. امریکا و پنج کشور آسیای مرکزی در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر، حقوق زنان و مسائل اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. این نشست تماس آقای توماس فیس با مقامات ارشد ایالات متحده امریکا هرگز به معنای برسمت شناختن امارت اسلامی یا نزدیکی به اونا نیست. انتقاد از نقص شدن حریم هوایی کشور از سوی همسایگان. عباس استانکزای میگوید هواپیماهای بی سرنشین امریکا و کشورهای همسایه در حریم هوایی کشور گشت زنی میکنند. شما میبینید که هم بالای فضای ما درون خارجی، حتی درونای این درونا که میگردی تنها درون امریکا نیست، درونای همسایه ما هم هستی که میگردن. خب ما هنوز به این حالت نرسیدیم که ما جلوی زور بگیریم. گرامی داشت از روز عاشورا در کشور. همزمان شماری از شهروندان کشور از آنچه که وضع محدودیت ها در این روز میدانند انتقاد دارند. گله ای که مردم عزیز مردم ما دارند از مسئولین و بزرگان همین است که در غرب کابل بنا نبود محدودیتی باشه. ای اگر که جنوبی است، این هر مردمی است، ملت افغانستان است، برادری من است. خواست پاکستان بر تجارت جنس به جنس با افغانستان. همزمان وزارت صنعت و تجارت از برگزاری نشست ها روی چگونگی عملی سازی تجارت بارتر با پاکستان خبر دادن. و شش کشته و ده ها زخمی در انفجار در سوریه. من شمسمانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. دو روز پیش از برگزاری نشست دوحه، نمایندگان امریکا و پنج کشور آسیای مرکزی در نشست آستانه درباره افغانستان گفتگو کردند. ایجاد حکومت فراگیر، حقوق زنان در افغانستان و مسائل اقتصادی و امنیتی از بخش های مهمی بود که شرکت کنندگان این نشست روی آن گفتگو کردند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی برگزاری این گونه نشست ها را در حل مشکلات کنونی کشور مؤثر میدانند. میترا مجیدی گزارش میدهد. دو روز پیش از دیدار مقام‌های امارت اسلامی با نمایندگان آمریکا در دوحه، توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان با نمایندگان پنج کشور آسیای مرکزی در شهر آستانه درباره افغانستان گفتگو کردند. در نشست آستانه نمایندگان کازاخستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان با دو نماینده آمریکا برای افغانستان روی ایجاد حکومت فراگیر، حقوق زنان و مسائل امنیتی و اقتصادی گفتگو کردند. مدت دو سال است که زنان افغانستان در مسائل عمومی جامعه راه ندارند و حتی اگر تلاش های شخصی هم به خاطر تامین زندگی خود کردن اجازه داده نشد و مانی شدن. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که برگزاری این گونه نشست ها می تواند برای حل مشکلات کشور مؤثر واقع شود. در نهایت این و تلاش ها می تانه که به سود مردم افغانستان تمام شود، به خاطر ثبات افغانستان و ثبات منطقه و جهان نتیجه مثمر داشته باشد. این نشست ها در طول دو سال گذشته هم وجود داشته و باز هم ادامه پیدا خواهد کرد، ولی این نشست تماس آقای توماس فیس و مقامات ارشد ایالات متحده امریکا هرگز به معنای برسمت شناختن امارت اسلامی و یا نزدیکی به اونا نیست. از سوی هم گفته می شود که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای شرکت در نشست دوحه به قطر رفته است، اما تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته است. پیش از این امارت اسلامی درباره نشستی که تا دو روز دیگر با مقام‌های آمریکایی برگزار می‌شود گفته بود که در این نشست روی رفع تحریم‌ها بر مقام‌های حکومت سرپرست و آزادسازی ذخایر ارزی کشور گفتگو خواهند کرد.
شیر محمد عباس استانگزای از نقض حریم هوایی افغانستان از سوی امریکا و کشورهای همسایه انتقاد میکند. معین سیاسی وزارت خارجه در یک مراسم گرامی داشت از آشورا در غرب کابل میگوید هواپیماهای بی سرنشین امریکا و کشورهای همسایه در حریم هوایی کشور گشت زنی میکنند. آقای استانگزای همچنان بر بازگشایی مکتبها و دانشگاهها برای دختران نیز تاکید میورزد. نوید صمدی گزارش میدهد. اینجا در دشت برچی کابل در مراسم گرامی داشت از دهم محرم یا آشورا معین سیاسی وزارت خارجه در سخنان از نقض شدن حریم هوایی افغانستان از سوی امریکا و کشورهای همسایه سخت انتقاد می کند. شیر محمد عباس استانگزی می گوید که هواپیماهای بی سرنشین همسایگان و ایالات متحده نباید در حریم هوایی کشور گشت زنی کنند. شما میبینید که الان هم بالای فضای ما درون خارجی، حتی درونای این درونا که میگه تنها درون امریکا نیست، درونای همسایه ما هم هستی که میگه خب ما هنوز به این حالت نرسیدیم که ما جلوی زور بگیریم. این به خاطر از اینکه برای ما هیچ چیز نمانده. آقای استانگزی همچنان میافزاید که امارت اسلامی خواهان تعامل خوب با همسایگان و تمامی کشورهای جهان است. این مقام امارت اسلامی هرچند وجود برخی از چالش ها را در نظام کنونی میپذیرد، اما میگوید که برای حل آن به زمان بیشتر نیاز است. نواقصات است وی به نواقصات دیر دی پهر ساحه کی دی تاسی هم ده توقع ما کوئی چی طول شان با چی تلویخ کالا یو کور روان سوی وی گرد سوی اگه با پشل ورازو که یو کالو دو کالو که جوری کی. معین سیاسی وزارت خارجه بار دیگر آموزش دختران در کشور را مهم خواند و خواهان بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران شد. دروازه مکاتب و مدارس بدون تبعیض برای تمام قشر افغان ها که حق مسلم و حق شرعی و طبیعی از اون است باز شد. اختلافات دیجا صورت داره، وجود داره. جامعه ما و شما بشناسیم. دمی اطراف دمی ولایت ما بریم در یک قریه اگر 5 نفر ببینیم که طرفدار مکتب است، 1-2 نفر مخالف مکتب ما پیدا میشه. آقای استانگزی در حال از گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین کشورهای دیگر سخن میزند که پیش از این نیز برخی از مقامهای امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت دفاع از نقض شدن حریم هوایی کشور انتقاد کردند. از روز دهم محرم یا آشورا امروز در مراسم های جداگانه در کابل گرامی داشت شد. شماری از شهروندان کشور از آنچه که وضع محدودیت ها در این روز می دانند انتقاد دارند، اما معین وزارت داخله تأکید می ورزد که همه شهروندان کشور از آزادی مذهبی برخوردار هستند. اسما سائین در این گزارش بیشتر می گوید. روز دهم ماه محرم یا آشورا برابر است با روز شهادت نواده پیامبر بزرگ اسلام. در مراسم گرامی داشت از آشورا شماره از عالمان دین از وضع برخی از محدودیت ها در برابر عزاداران انتقاد می کنند و از حکومت سرپرست می خواهند تا این گونه محدودیت ها را از میان بردارند. گله ای که مردم عزیز مردم ما دارند از مسئولین و بزرگان همین است که در غرب کابل بنا نبود محدودیتی باشه که شاهد یک سری ناهماهنگی های بین مسئولین امنیتی ما بودیم. ما هم افتخار داریم که پیرو حسینیم و ما هیچ گاهی از تریبون های آشورا در طول تاریخ علیه دیگر را استفاده نکردیم. از سوی هم معین وزارت داخله در اتحاد و همبستگی میان مذاهب در کشور تاکید می کند. اگر هندو است، اگر که سیک است، اگر که به اصلاح قوال است، اگر که جوگی است، این هر مردمی است. ملت افغانستان است، برادری من است و ما با او اظهار همدردی می کنیم، اظهار اخوت می کنیم و در امنیتش همیشه شب روز کوشان می باشیم. همزمان با این شماره از باشندگان کابل در منطقه چندول پایتخت نیز از این روز یاد بود کردند. در یک سال که 12 ماه است، 10 روزش عزاداری است که به متاریخ که ثبت شده در دسترس مسلمان ها قرار داره. از امون تاریخ ما شروع میکنیم. این روز با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و هیچ نوع رویداد امنیتی رخ نداد. انشالله وضعیت خوب برابر دهد، امنیت تامین دهیم، مگه دیده هزاره ورونو لپاره که امنیت نیوله ده مگه مجاهدین شپا و رسله رو ساته دیده خزمت کردی. مگه ده تسلر وی ساته یو که دوگو ساها کرده، مجاهدین الحمدلله تو دیده هزاره ورونو پا خزمت کردی دی و تلو سپوری کمه مگه دسی خاصه کمه واقعه نلرو نکم مشکل جور سوید الحمدلله وضعیت بخی برابر ده.
رویداد عاشورا بر روز دهم ماه محرم سال 61 هجری قمری در کربلای عراق رخ داد. در آن رویداد امام حسین با 72 تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند. همزمان با فرا رسیدن دهم محرم و مراسم عزاداری آن در کابل، پایتخت نشینان از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی انتقاد میکنند. آنان با نگرانی از این موضوع میگویند که قطع همه شبکه های مخابراتی در پایتخت آنان را با مشکلات گوناگونی روبرو ساخته. اما امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته. امروز که کار ضروری داشته باشه با کار خود رسیدگی کرده نمیتانه، کدام راه دیگه سنجش است باید برش دولت سنجش کنه. زیادتر مردم مریض می داشته باشه، یک مریض باشه، مریض عاجل بیاده جان خود از دست میتد، باید رای حل برازی جور شوه. مایکل مکال میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شده تا چین به معادن لیتیوم و پایگاه نظامی بگرام دست یابد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنان ادعا کرده که ایالات متحده آمریکا بر بنیاد یک سازش افغانستان را به امارت اسلامی واگذار کرده. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته. بنفشه بینش جزئیات می‌دهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در سخنان بار دیگر روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به باد انتقاد گرفت. این عقب نشینی بود که من آن را تسلیم بی قید و شرط افغانستان به طالبان می نامم که اکنون این کشور را تصرف کردند. این اداره به تکرار گفته بود که جنگ افغانستان رای حل نظامی نداشته بلکه تنها رای حل دیپلماتیک پاسخگو خواهد بود. از آغاز تصمیم بایدن روشن بود که آمریکا با رویکرد دیپلماتیک در افغانستان ادامه خواهد داد. مکال در بخش دیگر سخنانش می افزاید که خروج ایالات متحده از افغانستان سبب شده تا چین به معادن لیتیم و پایگاه نظامی بگرام که در آن بیش از 7 میلیارد ساز و برگ های نظامی ایالات متحده جا مانده اند دست یابد. برای من غم انگیز است که پس از 20 سال جنگ اکنون طالبان کنترل افغانستان را در دست دارند و ما با مسائل جیوپولیتیکی روبرو هستیم. چین در آنجاست و به ذخایر لیتیوم دسترسی دارد و احتمالاً به بگرام نیز دسترسی پیدا خواهد کرد. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. این چیزی که مکال گفته درست است. آمریکا در افغانستان یک اردوی ساخته بود که بدون حمایت خودش فعال بوده نمیتونست. قوای هوایی تمام اکمالات و عملیات عمده را میکرد و بایدن قرارداد ترمیم تیارای قوای هوایی را چند ماه قبل از خروج فسخ کرد. امریکان تدا وایی چه افغانستان څخه د بایدن راوتل د امریکای و حیثیت ته تاوان رسول دی. امریکای په دنیا کې رشخند کړی ده، د امریکای دبدبای ور کمزور کړی ده. وزارت خارجه امریکا پیش از این در گزارش گفته بود که بیمیلی به گفتگوهای صلح میان حکومت پیشین افغانستان و امارت اسلامی یکی از علتهای عملی شدن طرح خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده است. پاکستان خواهان عملی کردن تجارت بارتر یا تجارت جنس به جنس با افغانستان به گونه رسمی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید همکنون تجارت و مبادله پول میان بازرگانان افغانستان و پاکستان به گونه غیر رسمی و از طریق حواله و صرافی ها انجام می شود. با این حال وزارت صنعت و تجارت از برگزاری نشست ها روی چگونگی عملی سازی تجارت بارتر با پاکستان سخن می زند. حبیب الرحمن قویاش گزارش می دهد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در 40 سال گذشته بازرگانان افغانستان و پاکستان فعالیت هایشان را به گونه غیر رسمی و گاه گاهی به گونه مشترک انجام می دهند. با باور این اتاق اگر این فعالیت های بازرگانی در شبکات تجارت بارتر یا تجارت جنس به جنس قانونمند شود، این مسئله به سود افغانستان خواهد بود. ایوازی که بانک بند باشه و حوالا نشوه، ای که به شکل قاچاق و یا به شکل غیر قانونی میشه، از این که خوب استند که برتر شوه، اما تحت کنترل باشه، تحت کنترل اتاق تجارت مشترک باشه، تحت کنترل گمرک باشه، تحت کنترل وزارت تجارت باشه، این خوب استند. جنس به جنس تجارت هم د افغانستان لپاره ګټور ده او هم د پاکستان لپاره ګټور ده.
د دواړو مملکتو لپاره یې ګټې دغه دي چې نه به د افغانستان نه نغدې پیسې پاکستان ته ځي او نه به د پاکستان نه نغدې پیسې افغانستان ته راځي. در این میان وزارت صنعت و تجارت درباره پیشنهاد پاکستان از بهر عملی ساختن تجارت بارتر می گوید که در این باره نشست‌های نیز با مقام‌های پاکستان انجام شده، اما تا کنون نتیجه نهایی به میان نیامده است. در مورد تبادل جنس با جنس صحبت‌ها و نشست‌های با کشور پاکستان صورت گرفته، ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت‌ها و نشست‌ها هنوز نهایی نشده. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی عملی شدن تجارت بارتر را با پاکستان به سود افغانستان نمی‌دانند. در حقیقت دست آزادتان در تجارت خارجی است میتین. مانا داره که شما مجبوراً چیزی را که صادر میکنین باید یک چیز حتما وارد بکنین جنس. یعنی مانا داره که علاوه از که شما ارزها را دوباره برس آورده نمیتونین، شما مجبور به خریداری یک مقدار کالاهای ادناتر است که میشه که این کالاها در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ایران یا کشور چین و غیره ارزانتر، خوبتر، با کیفیت بلندتر برسه. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، زغال سنگ، پخته، لوبیا، سنگهای معدنی، قالین و میوه‌های تازه از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان به شمار می‌روند و مهمترین اقلام وارداتی کشور از پاکستان برنج، سمنت، البسه و محصولات کتان می‌باشند. به ادامه خبر شش یک بار دیگر خوش آمدید. یونیسف پیش بینی کرده که تا 6 ماه دیگر بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. در بخشی از گزارش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل آمده که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اما وزارت اقتصاد امارت اسلامی بار دیگر از جامعه جهانی می خواهد تا کمک های بشریشان را به افغانستان متوقف نسازد. آمنه حکیمی گزارش می دهد. یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه‌اش از روبرو بودن میلیون ها شهروند کشور تا 6 ماه آینده با ناامنی غذایی خبر می‌دهد. بر بنیاد این گزارش یونیسف، خشکسالی، سیلاب ها، زمستان سخت، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی بحران اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است. بر بنیاد گزارش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، ممنوعیت بانوان از آموزش و کار در نهادهای غیر حکومتی اثرهای ویرانگر بر مردم افغانستان به ویژه کودکان خواهد داشت. اگر از زنان در امتیازها و یا بستهای دولتی از طرف دولت سهم داشته باشند، این خود عدالت حکومتداری اسلامی را نشان میده. هدف اساسی کمک‌های بشرخانه و مسئولیت غذایی هم عبارت بلند بردن سطح مصرف و احتیاجات اساسی که خانواده ها دارن. در این میان وزارت اقتصاد امارت اسلامی نقش برنامه های امدادی جهان را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می داند. تمرکز روی برنامه های انکشافی در سکتورهای اشتغال زایی در اولویت کاری وزارت اقتصاد بوده، حمایت جامعه جهانی از برنامه های اقتصادی و رفع تعذیرات اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد می تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم ما گردد. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد همچنان می افزاید که برای کمک به 19 میلیون تن در افغانستان این نهاد به 1.45 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. شماری از باشندگان نیمروز میگویند که بهای ویزای ایران در این ولایت نسبت به ولایت‌های همجوار دو برابر افزایش یافته. آنان از حکومت میخواهند که برای حل این چالش دست به کار شوند. با این حال مسئولان محلی نیمروز از رسیدگی به این چالش سخن میزنند. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.